خمینی. اما خیلی جالبه دوستانی، البته دوستانی که نه، دو نفر دیدم در این شبکه های مجازی اومدن به سیاوش اوستا پرخاش کردن، آقا مزدور فرح پهلوی، حقوقت رو گرفتی، حالت خوبه، سر حالی، داری رجزخوانی میکنی، از این حرف. من با اینکه لازم نبود به یکی دو نفر اینجور پاسخ بگم، اما برای اینکه در تاریخ ثبت بشه گلی. و این افتخار سیاوش اوستا بوده که میگه تا کنون نه تنها یک شاهی از کسی نگرفته پول در رابطه با کارهای سیاسی، هنری، فرهنگی خودش، بلکه تا تونسته میلیون‌ها دلار زحمت کشیدم در آوردم، پس انداز مادرم بوده، پدرم بوده، ارثم بوده، کار خودمون بوده، با خواهرم کار کردیم، با برادرم کار کردیم، زحمت کشیدیم، شب و روز تلاش کردیم و با پول و بودجه خودمون ما نبرد رو دنبال کردیم. تو این سالها از هیچ کس هم یک قرون نگردیم. شهبانو عزیزم خودشون تشریف دارن اینجا، میتونن گواهی بدن، حتی گواهیشون هم نمیخوام بیان بدن، نه علی هستن. ما یک شایی نه تنها نگرفتیم، بسیار گذاشتیم تا خاندان پهلوی رو و محمد رضا شاه رو زنده کنیم. نمونه های بسیاری هست، بسیار مصاحبه های بسیاری که خانم میره دوما هست اینجا و کسان دیگه با کمک دوستان عزیزم مثل سناتور هنیکه و غیره، و که شهبانو تلاش خودشون بود، ما پشت سر کارهایی کردیم در رسانه ها. کتابی که اینچه نوشتن که هندیارا به زبان پارسی و فرانسوی، بنده خریدم، پولش دادم، بعضی هم خود عزیزان ایرانیمون خریدن، ولی یک فرانسوی رو من ازش پول نگرفتم، نخرید. ما دادیم، شهبانو امضا کرد و برای شخصیت های بسیاری و کتاب ها رو بین های هدیه دادیم که هندیارا رو. همین مراسم به خاک سپاری لیلای عزیزم که بزرگترین نقش رو در تحول آفرینی ذهنیت مردم نسبت به پهلوی ها داشت رو با دوربین های مهتیوی ما خودمون هزینه رفتیم، دو تا دوربین، تشکیلات، فیلم برداری کردیم، بعد رایگان پخشش کردیم. تلویزیون پارس بارها اینو پخشش کرد و ما رایگان پخش کردیم. در امریکا اگر خانمی این را به یک کمپانی فروخت، حتی با آرم ما و پایین و پولی گرفت و کار کرد، اصلا به ما ربطی نداشت. اون خانم هم هنوز زنده است، از این کار زیاد کرده، شهمانه میشونه خوب میشناسه. و حالا بگذاریم، ما نه تنها یک شاهی نساختیم که بسیار گذاشتیم عزیزان من. ای نیایید یکی دو نفر صحبت هایی بکنیم. و این افتخار سیاوش اوستا بوده که طی سالهای نبرد و مبارزش، باری که نمیگم به پولم احتیاج داشتیم، با مواقعی هم بودی در اون سالها که برقمون هم توی این شانزلیزه قطع میشد، چون هزینه تلفنمون قطع میشد، هزینه سنگین بود، نمیرسید سر موقع، چند تا بیزنس داشتیم و غیره. ولی میخوام اینو بهتون بگم، ما هرگز از کسی دست دراز نکردیم و اگرم دست دراز کرده ما نگرفتیم و مستقل و آزاد. این افتخار سیاوش اوستا، این رو خواستم برای ثبت در تاریخ به شما بگم. نمونش همین آیین بزرگداشت لیلای عزیزم هست که میبینید، و بعد زمین سازی که از قبل کردیم در رسانه ها، بمیجا اون موقع تلویزیون پارس که بود، که مردم چند هزار نفر سر تا سر دنیا اومدن، حتی از ایران هم اومدن، ورق برگشت، ورق رو برگردوندیم، پول که نگرفتیم، هزینه هم دادیم. حرکت از آن شود که محرکی بود. خبرنگار از محمد رضا شاه میپرسه فکر میکنید جوانان آینده چطور به دوران پادشاهی شما نگاه خواهند کرد؟ 37 سال پادشاهی شما. شاه پاسخ میده، واقعیت تاریخ برای همیشه پنهان نخواهد ماند. خبرنگار میگه فکر میکنید 50 سال دیگه ایرانیان شما رو چگونه قضاوت خواهند کرد؟ شاه میگه 50 سال، امیدوارم خیلی زودتر این اتفاق بیفته. شاه میگه خب اگر تاریخ را بخوانند میبینند که من چه کردم، پدرم چه کرد و ایران کجا بود، ما به کجا رسیدیم. مدیریت رسانه‌ای و آگاهی بخشانی استاد سیاوش اوستا پس از جانفشانی پرنسس لیلا پهلوی موجب شد تا مردمی که 98% گول تبلیغات جهانخواران را خورده و از پیاده رو با پهلوی ها عبور نمی کردند، از خدمات شاهان پهلوی آگاه شود. نگی که من فریده دیبا هستم ها، بودم چرا؟ گفت فحش ما میدن، اذیتمون میکنن. خود شعبانی همینو میگه.
ولی خب خیلی هم که آشنا بودن اصلا میترسیدن که تماس بگیرن، یا اگر هم مثلا نامه مینوشتن اسم فامیلشون رو نمینوشتن. حتی کسایی که خارج بودن و از دوستان ما بودن، اگه در شهرها مثل پاریس و لندن و جای دیگه میدیدن، چون پیاده رو عوض میکردن که با به نام خداوند بخشنده مهربان. ستایش خدای را که پروردگار جهانیان است، بخشنده است و مهربان. ای دوست بیا، ای دوست بیا، تا غم فردا نخوری، این یک دم عمر را غنیمت شمریم. فردا که از این دل کهن در گذریم، با هفت هزار سالگان سر به سریم. فردا که از این دل کهن در گذریم، سر به سریم، سر به سریم. روزی دو که مهلت است، میخور می ناب، که این عمر دو روز بر نگردد. دریاب، دانی که جهان رو به خرابی دارد، تو نیز شب و روز زمی باش خراب. دوستان مهربان، با درود فراوان و مهر بسیار، ناکرده گناه در جهان کیسه بود، آن کس که گناه نکرد چون زیست بود، آن کس که گناه نکرد چون زیست بود. من بد کنم و تو بد مکافات دهی. آری جان فشانی دو، امشاسپند آریایی، لیلا و علیرضا پهلوی، افکار و نگاه مردم ایران را درباره پادشاهان پهلوی دگرگون کرد. بیش از 2000 نفر در آیین بدرود با پرنسس لیلا پهلوی شرکت کردند و با مدیریت استاد سیاوش اوستا، شهبانو با تک تک شرکت کنندگان دست داده و از حضور آنها سپاسگزاری کرد. این فیلم از پارس تیوی بارها پخش شده است. شهبانوی اندوهگین اما دلیر و امیدبخش، با ویدئو و عکس‌های یادگاری به خانه‌های مردم رفت و روشنگری تداوم یافت تا به امروز که خواست پادشاه عملی شد و مردمش در کمتر از 30 سال به خردمندی و شکوهش پی بردند و فرق انقلاب مردی که با آفتاب آمد را با مردی که پیشوای انقلاب سپید شاه و مردم بود دانستند. فردا که از این دیر فنا در گذریم، فردا که از این دیر فنا در گذریم.